وزیر خارجه امریکا در یک رویداد خبری رویترز گفت که اگر ایالات متحده توافق هستهی با ایران را رد کند و از متحدین بخواهد تا از تعذیرات اقتصادی امریکا علیه ایران حمایت کنند، این امر باعث از دست دادن اعتماد در سطح رهبری امریکا می گردد و می تواند باعث تهدید موقف دلار من حیث ذخیره پولی جهانی گردد. اگر ما توافق هسته ای را رد کنیم و بعدا به متحدین بگوییم که شما مجبور هستین از مقررات و تذیرات ما اطاعت کنید این یک دستور العمل است که به صورت می تواند باعث از دست دادن تاثیر دلار بر مارکت های اقتصادی جهان گردد آقای کری در دفاع از توافق هسته‌ای 14 جولای در ویانا بین ایران و قدرت‌های جهان گفت به اساس این توافق امکان ندارد که ایران برنامه سری تولید مواد سوخت اتمی را انکشاف دهد. They can't an امکان ندارد که ایران فعالیت های جداگانه سری تولید مواد سوخت را راهاندازی کند و امریکا آن را کشف نکند گفته نمیتوانم که ایران شاید در بازده سال آینده تصمیم نگیرد که از معامله سرپیچی کند اما آنچه گفته میتوانم این است که اگر این کار را انجام دهد مطمئنا آن را خواهیم فهمید تهران همواره موضوع انکشاف سلاح هسته‌ای را رد کرده و پافشاری نموده که تکنولوژی هسته‌ای آن کشور به منظور مقاصد صلح آمیز است در همین حال رئیس جمهور با ما هیچگاه استفاده نیروی نظامی را در صورت ناکام شدن مذاکرات هسته‌ای رد نکرد ما گزینه نظامی را داریم و میدانم رئیس جمهور با ما در صورت ضرورت آماده استفاده آن است. با اساس این توافق تذیرات اقتصادی علیه ایران از جانب ایالات متحده، اتحادیه ای اروپا و ملل متحد رفع می گردد. در عوض ایران برنامه هسته خود را برای مدت طولانی محدود می سازد. ای که اسرائیل و غرب مزنون بودند که به منظور ساختن بم اتم بود. در این زمان وزیر خارجه ای امریکا گفت یک مکانیزم جدید نظارت ملل متحد باید تشکیل شود تا جاگزین هیئت متخصصین گردد و همچنان گفت بخش بیشتر نظارت فعالیت های هسته ای ایران از طرف ایالات متحده و متحدینش صورت خواهد گرفت.